امروز میخواهم درباره عدد 100 سخن بگویم. مینه یا ایده این گفتار از اینجاست که چندی پیش برنامه گذری و نظری که آقای محمد رضا شاهی تهیه میکند به 100 شماره خود رسید و واژه 100 نظر دوستان همکار این برنامه را جلب کرد و قرار شد گفتاری را به این واژه اختصاص دهم. 100 عدد سحرآمیزی نیست، ولی به سبب جایگاهی که در راجمان یا سیستم دهدهی یا اعشاری دارد، گونه‌ای شخصیت نمادین گرفته است. 100 عدد صحیح یا درستی است که پس از 99 و پیش از 101 می آید. نخستین عدد خانواده صدگان در راجمان دهدهی است. 100 در این راجمان عدد ساده و شاید زیبایی است، با 1 و 2 صفر نشان داده می شود. اگر راجمان عددی دیگری به کار ببریم که دهدهی نباشد، 100 دیگر اینطور نوشته نمی شود. برای نمونه، در راجمانی که پایش به جای 10 عدد دوست، یعنی تنها 2 رقم دارد، 1 و 0، 100 با 7 رقم نوشته می شود. اینطور 1 1 0 0 1 0 0. این راجمان که پایش 2 است، در انگلیسی باینری و در فرانسه بینر نامیده می شود. در فارسی دودویی یا بهتر دورین. دورین از پهلوی می آید و به همان معنای باینری است. راجمان دورین بسیار مهم است. الکترونیک با آن کار می کند و اطلاعات به صورت 2 رقم 1 و 0 منتقل می شود. بنابراین رایانگرها هم با راجمان دورین کار می کند. همه محاسبه های ریاضی و ضبط داده ها، خواه گفتاری باشد، خواه تصویری، خواه موسیقی، با بکار بردن راجمان دورین ممکن شده است. گفتم که عدد 100 در راجمان دورین با 7 رقم نشان داده می شود. اگر پایه راجمان عددی 12 باشد، عدد 100 با 2 رقم 8 و 4 نوشته می شود، به صورت 84. به 1-2 نکته ریاضی دیگر در باره عدد 100 اشاره کنیم. عدد اول عددی است که بر هیچ عددی بخش پذیر نیست مگر به خودش و به عدد 1. 9 عدد اول عبارتند از 2 3 5 7 11 13 17 19 و 23. اگر این 9 عدد اول را با هم جمع بزنید، حاصل آن می شود 100. 100 همچنین بخش پذیر است به 9 عدد کوچکتر از خود. همچنین اگر عددهای 1 2 3 و 4 را مکعب کنی، یعنی به توان سوم برسانی و با هم جمع کنی، حاصل آن می شود عدد 100. درباره جنبه های ریاضی گوناگون عدد 100 می توان چیزها گفت، ولی جایش اینجا نیست. تنها به 1 نکته دیگر اشاره کنم که بیشتر در ریاضیات تفریحی به آن می پردازن. 100 یکی از عددهایی است که هرشد نامیده می شود. واژه هرشد از سانسکریت می آید و به معنای شادی آور است. این نام را ریاضیدان هندی کپرکار، که نخستین کسی است که آنها را مطالعه کرده، روی این عددها گذاشته است. عدد هرشد عددی است که به جمع رقمهایش بخش پذیر است. برای نمونه 18 عددی است هرشد، چون 18 با 1 و 8 نوشته می شود که مجموعه آنها می شود 9 و 18 بر 9 بخش پذیر است، حاصل آن 2. 21 هم عددی است هرشد، چون جمع 2 رقم آن 3 است و 21 به 3 بخش پذیر است، 7. 24 هم هرشد است. اما 100 جمع رقمهای آن، یعنی 1 0 0 می شود 1 و 100 بر 1 بخش پذیر است. از این که بگذاریم، فنیقیان به هر یک از حرفهای الفبا عددی را نسبت می دادن که بعدها یونانیان و رومیان و عربها آن را تقلید کردند. در لاتین نشانه 100 حرف 3 بود، حرف اول واژه کنتوم به معنای 100. بر همین پایه در عربی حسابی وجود داشت به نام حساب جمل
الف نشانه عدد یک بود، ب عدد دو، همینطور حرف ی نشانه ده نشانه عدد صد حرف قاف بود. از حساب جمل بیشتر در نوشتن زیج ها یا جدول های اختری استفاده می کردن. از ریاضات که بگذریم، صد در زبان عادی به صورت نمادین به معنای بسیار به کار می رود. یک ده آباد به از صد شهر خراب، آب که از سر گذشت چه یک زر چه صد زر، یا چه یک نی چه صد نی. صد تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره. 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. فردوسی: 200 گفته چون نیم کردار نیست، بزرگی سراسر به گفتار نیست. حال به نکته زبانیک یا زبانشناختی درباره صد اشاره کنیم. در پایان سده 19 هم زبانشناسان پی بردند صامت‌های پشتی یا صامت‌های نرمکامی و ملازی مانند که، گه در زبان پوروا هندو اروپایی پروتو ایندو یورپین به دو صورت در زبان‌های هندو اروپایی تحول یافتند. زبانشناسان برای نامیدن این دو گروه زبان‌ها واژه صد را به کار بردند، زیرا در زبان پوروا هندو اروپایی واژه صد کنتون بوده که با چنین صامتی آغاز می شده است، با که. در گروه اول که باقی مانده، در گروه دوم که به سه یا شه تبدیل شده است. زبانهای گروه اول را کنتون می نامند چون صامت که باقی مانده. اینها زبانهای هندو اروپایی باختری هستند، مانند یونانی، لاتین، جرمنیک، سلتیک و دیگرها. زبانهای گروه دوم را ستم می نامند، در آنها که به سه یا شه تبدیل شده. نام ستم از واژه سته یا ست گرفته شده که در زبانهای سانسکریت و اوستایی و فارسی به معنای صد است. زبانهای ستم زبانهای هندو اروپایی خاوری هستند، مانند اوستایی، سانسکریت، فارسی، فارسی باستان و لیتوانی. در لیتوانی به ست شیمتس می گویند. زبان‌های بالتیک و اسلاوی و آلبانیایی هم ستم هستند. زبان توخاری که زبان هندو اروپایی خاوری است استثنا است، چون باید ستم باشد ولی کنتوم است. حال می‌رسیم به هرودوت و تاریخ. هرودوت از سردار و دریانورد ایرانی سخن می‌گوید که نامش ستسپس بوده است. ستسپس در فارسی باستان به معنای صدس یا دارنده صد اسب است. اسب را هندو اروپاییان رام کردند و از این رو به آن اهمیت بسیار میدادند، به طوری که در بسیاری نامهای هندو اروپایی به ویژه نامهای ایرانی واژه اسب دیده می شود، مانند ویشتسبه در فارسی گشتاسب که به معنای اسب بیبند، اسب آزاد است. لهراسب، اسب سرخ. کرشاسب، گرشاسب در فارسی اسب لاغرندام. بیوراسب که لقب زهاک است به معنای دارنده 10,000 اسب. بیور در پهلوی و اوستایی 10,000. در یونانی فیلیپوس، فیلیپ به معنای دوستدار اسب است. برگردیم به سردار صداسب. به گفته هرودوت صداسب از سوی خشایارشا مأمور می شود که دماغه آفریقا را دور بزند. او با دریانوردان از مصر راه می افتد و به سوی جنوب کشتی می راند. سفر دریایی ماه ها طول می کشد. سرانجام باز می گردد، زیرا به جایی رسیده بود که دیگر نمی توانسته از آن دورتر برود. صداسب همچنین در گزارشش از دیدن انسانهای کوتوله سخن می گوید. هرودوت می گوید که خشایارشا به سبب اینکه صداسب نتوانسته بود مأموریت خود را به پایان رساند، او را به مرگ محکوم می کند. امروزه می دانیم که این ناکامی صداسب ممکن است به این سبب بوده که او در جنوب آفریقا به جریان دریایی بنگوئلا رسیده باشد که گذشتن از آن با کشتی های بادی آن زمان ممکن نبوده است. از سوی دیگر برخی نام صداسب را در ریشه شناسی یکی از ترم‌های جغرافیایی یاد کردن. این ترم جغرافیایی ارزهای اسبی است.
ارزهای اسبی دو ناحیه کمربند مانندند در حدود 30 درجه شمال و جنوب استوا که در آنجا باد کم است و هوا بسیار گرم و خشک. اینکه چرا به این ناحیه ها ارزهای اسبی میگویند روشن نیست. یک پیشنهاد این است که اسپانیایی ها که آمریکا را کشف کردند با کشتی های خود اسب به نیمکره جنوبی میبردند و چون کشتی های بادبانی نمی توانستند در آن ناحیه جلو بروند، اسب ها را از کشتی به دریا می انداختند تا کشتی سبک شود. به چند دلیل که در اینجا وقت وارد شدن به آن را نداریم، این ریشه شناسی درست نیست. چند ریشه شناسی دیگر هم هست که یکی از آنها این است که این اسب در ارزهای اسبی از نام سردار و دریانورد ایرانی صدسب می آید. به نظر من این هم درست نیست و ارزهای اسبی ربطی به صدسب ندارد. حال کمی هم از اخترشناسی سخن بگویم. آنچه در این تصویر می‌بینید کهکشانی است به نام M100 که در فاصله 55 میلیون سال نوری از ما سیتیده شده است. یعنی این تصویر حالت 55 میلیون سال پیش آن را نشان می‌دهد و برای دیدن حالت کنونی آن باید 55 میلیون سال صبر کرد. گفتم نام آن M100 است، چون در کاتالوگی که اخترشناس فرانسوی شارل مسیه در سده 18 منتشر کرد، این کهکشان دارای شماره 100 است. M100 یکی از نخستین کهکشان‌های مارپیچ است که کشف شد. از صدها میلیارد ستاره درست شده است و قطر آن بیش از 100 هزار سال نوری است، یعنی تقریبا به اندازه کهکشان خودمان راه شیری است. اگر کسانی در آنجا باشند و به سوی کهکشان ما نگاه کنند، کهکشان ما را به همین شکل خواهند دید. سخن امروز را با یک کهکشان دیگر به پایان برسانیم و آن NGC 1309 است. از این رو این کهکشان را برگزیدم که فاصله ما آن از ما 100 میلیون سال نوری است. نقطه های آبی رنگی که در آن می‌بینید ستاره های پرجرم و داغند. قطر این کهکشان 30,000 سال نوری است، یعنی سه برابر از کهکشان خود ما راه شیری کوچکتر است. این کهکشان عضو گروهی است که از 200 کهکشان درست شده است. اگر خوب به این تصویر نگاه کنید می‌توانید بسیاری از کهکشان های گروه را در پیرامون این کهکشان ببینید. ولی وقت ما به پایان رسید، شاید در آینده به این موضوع بازگردم.